بسیر احمد یوسفی تحلیلگر روابط بین الملل در استودیو با ما هستند و بیشتر در رابطه با کارکرد خانواده کاسترو و تاثیرگذاریشان از انقلاب که شروع شد در برابر امریکا و سایر مداخلاتی که در کوبا وجود داشتند و تغییراتی که پس از احتمالاً کوبا با مواجه خواهد بود صحبت میکنیم. سلام شما آقای یوسفی، خوش آمدید به برنامه. اول من یک مروری داشته باشیم با آنچه عمل کرده خانواده کاسترو هستند، در کنارشان رهبر انقلابی دیگر که در سطح جهان مطرح است چگوارا است داشته باشیم. در نهایت شنا آمدن تا امروز آقای راول کاسترو آخرین سلاله قدرت را سلاله بوده که دنبال میکردن قدرت در کوبا. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ادب خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون طلوع نیوز. همونطوری که به جریان هستین، بحث خانواده کاسترو رفته رفته روزهای اخیر خود در اقتدار کیوبا در حقیقت سپری میکنه و انقریب حکومت را تسلیم میده. از بعد از سالهای 1959 به این طرف در حقیقت انقلاباتی که در اونجا صورت میگیره، انقلابات کمونیستی که در کیوبا صورت میگیره، حکومت به نوع در حقیقت میتونیم بگیم که به دست خانواده کاسترو میفته که فیدل کاسترو بعد از مدت زمان طولانی به احساس زوفه که در حقیقت نظر فیزیکی و کهنسال بودن خود شخص در حقیقت کنار میره از قدرت، اما در پهلوی زو در سال 2009 تا او زمان در حقیقت پرورش رفته دست خودش که عبارت از برادرش باشه رال کاسترو، او به جای از او برکه قدرت تکیه میزنه. اما ای هم آدم جوانی نیست که بتانه از عده تمام مشکلات در حقیقت به در بیه. اما نسبت به کاسترو یک سلسله تفاوت های داره نسبت به فیدل کاسترو که میتونه تا حدود با همسایه های خود نسبتا روابط بهترتر داشته باشه، که ما در زمان حکومت آقای اوباما میبینیم که لااقل یک سلسله تمایلات بر گفتگو بین کیوبا و امریکا به وجود میاد که در دوره های چندین دهه قبل ای اصلا ناممکن بود، تا حد که امریکا و کیوبا در مقابل همدیگر گزینه‌های نظامی را هم میتونیم بگیم که در حد انجام دادن بودن. و از طرفی هم روس ها هم در زمینه دخالت های خود در طی این مدت سال چندین دهه گذشته به خود بعد از به وجود آمدن یا به پیروزی رسیدن خود انقلاب کمونیستی در کیوبا با تمام معنا سعی کردن که اینا رو حمایت بکنن، هم بخصوص بیشتر حمایت تسلیحاتی. و از او جهت در حقیقت حکومت کیوبا همیشه سعی کرد که در مقابل امریکا با او پشتیبانی حمایت نظامی روسیه در حقیقت بتانه استادگی بکنه و از یک توانمندی نظامی در حقیقت برخوردار باشه. و در این مسیر بیشتر کارهایی که اینا در داخل کیوبا انجام دادن از بود عقیدتی، همان شکلی که در طی 70 سال در اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت نظام کمونیستی کار کرد، اینا هم از همو زوایا در حقیقت در داخل کیوبا از بود عقیدتی بالای مردم کار کردند، که امروز هم که بحث تغییر حکومت در کیوبا مطرح میشه آنقدر پذیرایی نداره که در حد یک انقلابی که ما در دیگر ممالک معمولا یا در ممالک اروپایی یا در ممالک خاورمیانه و همسال هم وقتی ما اینا رو مشاهده میکنیم آنچنان پذیرایی نداره. چرا؟ چون خانواده این حزب کمونیست که در حرکه قدرت تکیه داده بود رفته رفته در عمق دولت در حقیقت نفوذ کردن و ریشه دواندن، تا حدی که امروز میتونیم بگیم که اگر خانواده کاسترو و خانواده های بعد از کاسترو هم کنار بره، بازم همو حکومت با همو فکر و با همو ایده خود در حقیقت استواره، چون اساسات حکومتداری را در کیوبا بر اساس همو فکر و ایده کمونیستی اینا بنیان گذاشته. با توجه به تقابلی که بین ایالات متحده و کیوبا وجود داشته در این مدت حداقل 70 سال یا بیشتر از او، تحریم های بسیار زیادی تا اکنون حاکم است در برابر کیوبا از طرف ایالات متحده. تنها یک حمایت که از طرف روسیه وجود داره که نمیتونه جوابگوی نیازمندی های مردم کیوبا باشند. هنوزم بحث اقتصاد، بحث کار، بحث زندگی مرفه به مردم کیوبا یک آرمان است در خیلی از موارد. پس از این مرحله که آقای کانل قرار است این سمت را احراز بکنه، میانه خوبتر پیدا خواهند کرد با ایالات متحده، وضع اقتصادی بهتر خواهد شد و روابط با کشورهای دیگر؟
اگر ما به خاطر داشته باشیم در زمان حکومت آقای اوباما روابط کیوبا و امریکا تا حد میتونیم بگیم که پیشرفت کرد که یک سلسله تحریم ها را در حقیقت از کیوبا برداشتن تا حدودی که بتونه لااقل کیوبا نفس بکشه و اتباعی که در جامعه کیوبا در حقیقت زندگی میکنن زندگی بدون از تحریمات امریکا را هم در حقیقت لذت از او رو بچشن تا بتونن در مقابل دولت در حقیقت استادگی بکنن یا اگر فرد یا گزینه ای که بعداً در اقتدار حکومت کیوبا برسه لااقل شانس فکر کردن یا شانس ترجیح دادن را داشته باشن بر حسب بعد گزینه های از بابت رفاه و سهولت هایی که در حقیقت از بابت برداشتن تحریم های جهانی از بالای کیوبا در حقیقت اینا رو حس بکنه. ما فکر میکنم که امریکا این گزینه رو با قصدن این گزینه رو باز کرد تا مردم کیوبا که در طی چندین دهه در پی زیر حکومت کمونیستی قرار داشتن آنقدر از مزایای زندگی که امروز در ممالک آسیایی و یا اروپایی و همسالام اینا برخوردار هستن آنها این لذت آنچنانی نمیچشیدن چون هنوز هم ما اینترنت رو به آن شکل که ما در این ممالک حتی ممالک آسیایی که در حال جنگ است مثل افغانستان، عراق، سوریه و همسالم در این ممالک آزاد است ما هنوز هم در کیوبا به اون شکل نداریم. بعضی نظام اقتصادی هم اون شکل، بعضی مثلا خرید زمین و خانه و اینا رو جدیدن میتونیم بگیم در کیوبا ای آزاد شده که یک فرد برای خود خانه بخره. قبلا هر چیزی که می‌خریدن باید دولت در راستای ازو حکم خود صادر میکرد تا فرد میتونست یک خانه را خریداری بکنه. یک خانه قضیه عادی است، اما امروز جدیدن اینا در حقیقت بعد از برداشته شدن از این به نوع گزینه های متفاوت در انظار عامه باز کردن و یا به تصویر کشاندن از جانب قدرت های جهانی تا بتوانن گزینه های بهتر انتخاب کنن. با توجه به اینکه تاکید اماره صورت گرفت در گزارش هایی که ساخته شده بودن شما دیدین از مردم کیوبا تا سیاسیونشان میگفتن که هنوز هم جایگزین فیدل وجود نداره یا راول کاسترو اگر از قدرت کنار میره هنوز هم دست باز در مسائل سیاسی کشور میتونه داشته باشه. چه چالش های در برابر آقای کانل وجود داره و یک شبه میتونه تغییرات کلان را به مردم به وجود بیاره؟ اگر به خاطر داشته باشین زمانی که آقای فیدل کاسترو کنار رفت و حکومت در حقیقت به برادر خود سپورت، در اون زمان هم به نوع آقای کاسترو در حکومت دخالت های خود داشت، به نوع نظارت های خود داشت، نظر به کارکشتگی که در عرصه سیاست خود کوبا و بعض مجادلات رزمی و نظامی که در طی این مدت زمان داشت اونا را همگی در طی حکومت در تا زمانی که در قید حیات بود با برادر شریک میکرد و در حقیقت حکومت را نظارت میکرد. امروز هم ما عین همون کنار رفتن آقای فیدل کاسترو را در وصف برادر از او میبینیم که برادرش هم چون بابت قضیه کهولت سین در حقیقت مطرح شده که این انرژی آنچنانی نداره که حکومت کیوبا را در حقیقت بتونه کنترل بکنه، لذا بهتر از فرد جوانتر، اما فرد جوانتر از مخالفین نیست، فرد است که در دستگاه خود نظام کمونیستی حزبی طی مدت زمانهای زیاد در حقیقت به او پختگی که رسیده این در حقیقت به جای از او نصب میشه و به عیس رئیس جمهور کیوبا شروع به فعالیت میکنه و به نوع آقای کاسترو، راول کاسترو پس دوباره این رو چی میکنه؟ نظارت میکنه، کنترل میکنه. ما نمیتونیم بگیم که خانواده کاسترو با تمام معنا از حکومت کیوبا در حقیقت دست بریده و در حقیقت در مقابل خود کسی را نمیبینن. هنوز همه مو قدرت هایی که در داخل کیوبا وجود در مقابل این حکومت قرار دارن و سعی و تلاش خود میکنن. ممنون از شما بصیر احمد یوسفی، آقای رابط بین الملل.